هم معرفی لنگری رو با هم ببینیم و در ادامه با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت تمام کسایی که همین اکنون ما را بیننده هستند. نصرت الله لنگری هستم، یکی از مکاران افغانستان که مدت 6 سال میشه تحت نظر استاد احمد خالد کریمی تمرینات خود پیش میبرم و انشالله در دور دوم MKFC با یکی از حریفای از آذربایجان جوره شدیم که آمادگی های خاص خود به خاطرش گرفتیم و همچنان بسیار تعقیب کردیم فایتایش. پاین فایتر فایی داره که 4 برد 1 باغ داره و فایتر مکسکار است، بسیار یک فایتر آماده است. انشالله که ما هم آمادگی های خود در مقابلش گرفتیم با امید خدا پیروزی از آن افغانستان. او قبلا در ویدیو یک پیام گفته بود برم که چشم پت نکوت میکنم، خیره برش میگم که چشمای تا پت نکنی یک باز با کردی در شب خانه میباشی. وودوف تا ثانیه های دیگر وارد قفس مبارزه خواهد شد. چهره تورخان جوادوف را در تصویر می‌بینید. او به نمایندگی از کشور آذربایجان به افغانستان پا گذاشته و در دومین دور رقابت‌های سازمان MKFC در برابر نصرت الله لنگری با رقابت خواهد گذاشت. بریم با هم پروفایل تورخان جوادوف را ببینیم و در ادامه بازم با ما همراه باشید. سلام علیکم افغانستان. هر کس سلام میرم. من رنزو گریس اکادمی هستم دمانسی. تورخان جوادوف. آذربایجانلیم، 57 کیلوگرم ده دویشم. دورت غلبم شردوک، دورت غلبم بیر مغلوبیتم وار. رقیبم نصرت لژنداری. رقیبم چون بودن دیمه استیرم کی حاضر اولسون 1-0 الیجم اونو مغلوبیتنی. ورا 1-0 یازماق چون گلمیشی. Biz bura qələbə üçün gəlmişik. 3 döyüş 3 qələbə olacaq. İnşallah. Mənim məşqçim, trenerim Heydər Heydərov. Təşəkkürümü edirəm. MFC təşkilatına minnətdaram. Çox sağ olsun. Bizim üçün çox qəşəng şərait yaradıb. Çox qəşəng arena. Bura bizim üçün çox gözəldir. Əfqanistan bizə doğma. Bəli, mərifi Tourxan Javadov, varzışkar kəşvər Azərbaycan rəbə həm didim. Rəqabəti ki, dər vəznə 56 kilogram, miyanə Nusratullah Langeri və Tourxan Javadov tə saniyə həyə digər bərqəzər xoğad şəd. نصرت الله لنگری با 6 پیروزی و هیچ شکست در برابر حریف خودش تورخان جوادوف که 4 پیروزی و 1 شکست را در کارنامه حرفه‌ای خود داره پخ گذاشته. ببینیم که سرانجام لنگری با پیروزی های متوالی خودش ادامه میده یا اینکه نخستین شکست خود را در برابر حریفی از کشور آذربایجان تجربه خواهد کرد. در تصویر چهره تورخان جوادوف ورزشکار کشور آذربایجان را با هم می‌بینیم. این هم چهره نصرت الله لنگری. حالا هم رسیدیم بر رقابت مهید 8 شب رقابت با حمایت از وکتور انرژی درینک لایف از سیلیزون ملی اسپورت فقط در سازمان MKFC 2 کابل. در نخست از کارنر سرخ این مبارز با ریکارد 6 برد بدون شکست در رشته MMA با قد 173 سانتی متر و در وزن 56 کیلوگرم از کشور
افغانستان نصرت الله لنگری و حریفش از کارنر آبی. این مبارز با ریکارد 4 برد و 1 باخت در رشته MMA با قد 170 سانتی متر و در وزن 56 کیلوگرام، The Black Wolf of Baku آذربایجان، تورخان جوادوف. این مسابقه در 3 راوند 5 دقیقه ای برگزار میشه. داور وسط هم است استاد صدیق الله نوری. چیزی که دستیم نور برتون گذاشت هم میگیره، از کش نمیگیری، ستون فقرات از ضربه نمیزن، در ستاپ ستاپ در فایت فایت موفق باشی. رسیدیم به یکی از حساس‌ترین و پربیننده‌ترین رقابت امشب، مبارزه‌ای که تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد میان تورخان جوادوف در برابر نصرت الله لنگری. یکی به نمایندگی از افغانستان، دیگری به نمایندگی از کشور آذربایجان. بکیک از سوی تورخان جوادوف، بازی که خیلی خیلی پرسرعت در همین ثانیه های نخست آغاز شده. نصرت الله لنگری به نمایندگی از افغانستان با کارنر سرخ رنگ و در سوی دیگر تورخان جوادوف با کارنر آبی رنگ به نمایندگی از کشور آذربایجان با به قفس مبارزه در پایتخت افغانستان کابل گذاشتند. در کنار ما همچنان استاد مبشر احمد عتل هست و در مورد این بازی با او بیشتر صحبت خواهم کرد. نصرت الله ننگری چنون از کال عمر لری او تورخان پنزه ویش کلان ده. نو تفاوت د عمر شپخ کاله ده. او بګورو چې نصرت الله ننګری خپل ځواني انرژي نه ګټه اخیستلی شي د تورخان په مقابل کې. تورخان راته با تجربه ښکاري ځکه څلور مسابقې چې هم کړي دي هغه خارج د افغانستان نه کړي دي، کیدای شي ښه فایټرانو سره یې کړي، خو نصرت الله هم ترې کم نه دی. په هغه کوم شور او ولوله او جذبه چې تورخان ننیوتی داسې معلومېدی چې کیدای شي لکه هغه بله مسابقه غوندې دا هم په اول راوند کې خلاصه شوې وه، خو هغسې معلوم نه شو. اوس ګورو چې دې حالت نه نصرت الله خپل ځان لپاره څومره ګټه اخیستلی شي. بله، رقابت میان نصرت الله لنگری و تورخان جوادوف در حال برگزاری است. اسمت البته نصرت الله لنگری با 6 پیروزی و هیچ شکست پا به قفس در برابر حریفی از کشور آذربایجان که 4 پیروزی و 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد گذاشته. ببینیم که به 7th پیروزی متوالی خود دست پیدا میکنه نصرت الله لنگری یا خیر. در سوی دیگر حریف او هم حریف دست کمی نیست. او 4 پیروزی کسب کرده و 1 بار هم طعم شکست را تجربه کرده. تفاوت سینی دو بازیکن هم نکته قابل ملاحظه است. ورزشکار کشور آذربایجان 6 سال بزرگتر از نصرت الله لنگری است و بازی که در وزن 56 کیلوگرم نصرت الله تا پکار دست دی حالت نخپل زن پا گرد استفاده او که یکی دل آسون خلاص دی او باید دی سکان اوی. بازی که نصرت الله لپاره خطرناکم تمامه ده شي ځکه دی په کلوز ګارډ کې ده. هر ثانیه امکان د سبمیشن هم دلته شته دی ځکه تنا یو لاس یې د کیپ خو مابینځ کې بند شي هم دلته مثلث تړلی شي
همارم بار راتلای شي همو مپلاټ راتلای شي دیزین سویپ کولای شي یعنی ریورسل کیدای شي تورخان ریورسل کولای شي لدی حالت نه نسروال ته کار د جدی دیزین ووز د بخول ما بین ځان وباسي بله بدون شک در کارفروس خبری هم هر دو ورزشکار خیلی خیلی در مورد یکی دیگرشان صحبت کردند و هر دو ورزشکار اخطاریه‌هایی هم برای یکی دیگرشان فرستادند. تورخان جوادوف و نصرت الله لنگری گفت که من موش زیرک هستم و از دست من فرار نخواهی کرد و در سوی دیگر نصرت الله لنگری هم دیده به اون اختار داد و گفت که اگر تو موش هستی من تله های خوبی برای تو در داخل قفس میگذارم و تو را در زیرکی خودت گیر میکنم و شکستت میتونم دیده عمر آوازم تشکر و باید دی تیز کار کرده وای زکه عمرون هم دوارم زوانان دی تفاوت شده دی خوبی هم دوار زوانان دی پینزویز کال و نونس کالن عمر زوان دی آوازن هم کم دی ده وزن که ورزشکاران باید سرعت دیر ویده کار بله بدون شک و وزن کم در پرسرعت بازی کردن ورزشکاران در هر رشته ورزشی نقطه قابل توجه است پایان راوند نخست با ظاهرن معلوم میشه که نصرت الله لنگری یک سر و گردن از حریف آذربایجانی خود خوبتر کار کرد و ببینیم که در ادامه دو راوند باقی مانده را چگونه در برابر حریف خود مساف خواهد داد. چهره نصرت الله لنگری را در تصویر می‌بینید. لنگری از امتیاز میزبانی هم برخوردار است و بدون شک تشویق تماشاچیان و وطندارانش یک امتیاز به او محسوب می‌شود. صحنه تکرار را در البته راوند نخست با هم میبینیم. در ابتدا بازی خیلی خیلی پرسرعت آغاز شد اما در ادامه و دقایق پایانی هر دو ورزشکار بازی روی زمین بردند و نسبتاً میشه گفت که در راوند نخست خیلی خیلی کمکار بودند. صحنه های برتر راوند نخست را با هم می‌بینیم و راوند دومی که تا ثانیه های دیگر میان تورخان جوادوف و نصرت الله لنگری برگزار شده از این ثانیه بازی در راوند دوم استارت می‌خوره و یک بکیک از سوی نصرت الله لنگری زیرگیری می‌کنه و بازی که تا اینجا ای کار به سود نصرت الله لنگری بوده. نصرت الله لنگری کوشش ده تیک دان وکه تیک دان هم نیمه کامیاب ده. بله خود دغه ځکه دته زور نه ده پکار بعد یو بغل ته وځ بیا زور وای څومره چیم دای زور وهی لسرت نا لنگری همره ډیر دای زیات ستړی کیږي کوشش کوي چې بخې خپل وټړي مثلث دې بخو وټړي. بله و تورخان وتوانی دای چې له مثلث نه خپل بخې خلاص کی بیا هم کوشش د پخو د مثلث د نصرت الله له خوا نه او تورخان بیا هم پرې نه خودای چې مثلث د پخو وتړي. تورخان جوادوف ظاهرا دوست نداره که در ابتدای بازی انرژی خودش مصرف بکنه و انرژی خود را برای راوند سوم و ثانیه های پایانی ذخیره کرده و نگه داشته و نکته ای که باید نصرت الله لنگری مواظب باشه و او نباید خیلی پرسرعت در ابتدا کار دنبال بکنه باید حتی به فکر راوند سوم هر دو ورزشکار باشن. دادای وزنون خودم را ندی زکای دای فیزیک دی دوارو دایی چه اگه دیر زیاد ای نو اگه دوم را نستلی کیگی دی وزن که دوم را زر سرای نستلی کیگی دای دا چه دا زور باید پا کوم ځای چې زور په کار یال ته زور وول شي کوم ځک چې انرژي ساتل په کار دلته باید انرژي و ساتل شي. ایم ایم ای مسابقه څومره چیم ګټل سوی دی یا خلک چې ګټي یو پلان سره دین نه وځي او هر هغه ورزشکار پکې کامیابی چې خپل انرژي وساتي او په هغه
د انر کوم ځای چې ورته په کار د هغه ځای کې انرژي مصرف کی بی ځای انرژي چې هر یو مصرفوي هغه ستړی کیږي بل اخره دا ده چې مسابقه بایلی. بله اوکنای که به سر صورت درخان جوادوف نقش میکنه و امتیازهایی را بدون شک در پی خواهد داشت. درخان تا اینجای کار حرفی برای گفتن نداشته و نصرت الهی لنگری یک سر و گردن خوبتر نسبت به حریف آذربایجانی خودش ظاهر شده. ببینیم که سرانجام کدام ورزشکار میتونه پیروزی را به سود خودش. کیک داون و بلند میکنه و حریف را به زمین میکوبه نصرت الهی لنگری و نشان میده که چه بازیکن با تجربه است. شش پیروزی را به آسانی کسب نکرده و اینکه تا اینجای کار شکستی را در کارنامه حرفه‌ای خود نداره این نشان دهنده یه زیرکی و تجربه خوبه. نصرت‌الله لنگری محسوب میشه. مشتایی که میکوبه و سر و صورت ترخان جوادوف. کنترول لنگری سره ده خو بهتر بدا وجوده ده گارد نووزی. مونگ لیوالی مسابقه را چه سمرا مسابقه سوی دیوینو چه مونگ تاسی فایتران گارد که بنشی کلوز گارد نسوی وطلای زکر چه لگارد نا دمرا خکار کهی دا چه لگارد نووزی خو دیر خکار کهولا سی و مشتایی که پای در پای بسر و صورت حریف میکوبانه نصرت الله لنگری و خوچه از او پوزیشن نجات میده ترخان جوادو و اجازه مشهای بیشتر به حریف خودش نمیده. نصرت الله تا پکار ده چه گارد نپاس شی پخولا ما بای نوزی یا بغل تا زان او باسی لاغو جی نکولا شده کمی ضربی چه دای وی دا دیر معصر تاری تمامش او خصه ای یکی نی هر ضربه چه وی لبغل نغخ صحیح مکمل اکی نی خولا گارد نه ممانعات دی پخو پا ما بای انس کی اغا مکمل نشوا کنوه کدای سکونه وی کارنجونه کنه که همار پنچز وی اغا مکمل نشوا هم دا سکان دی جلنگریه وی و مشتایی که پای در پای میکوبانه و سر صورت ترخان جوادوف کمتر از 20 ثانیه دیگر تا پایان راوند دوم و در راوند دوم هم بدون شک نصرت الله لنگری پیروز بوده و حریف آذربایجانی خودش تا اینجای کار مجال نداده و بازم یک بار دیگر بازی پر سرعت و پایان راوند دوم با برتری نصرت الله لنگری علی رغم اینکه از سن و سال کمی برخوردار است ولی خیلی خیلی خوب ظاهر شده در برابر حریف خودش چهره ترخان جوادوف و در سوی دیگر این چهره نصرت الله لنگری را در تصویر می‌بینیم. مربی ترخان جوادوف نکات مورد نیاز به ورزشکار خودش گوشزد میکنه. صحنه تکرار در راوند دوم با هم میبینیم، راوندی که بدون شک به سود نصرت الله لنگری به پایان رسید. یه هم حرکت بکیک از سوی لنگری و ببینیم که سرانجام در راوند سوم کدام ورزشکار میتونه امتیازهای خوب و برای خودش کسب بکنه. ولی تصمیم نهایی را داوران خواهند گرفت و بدون شک هیچ عاملی در تصمیم گیری داوران نقشی نخواهند داشت و یک ضربه سنگین میرفت که به صورت نصرت الله لنگری اصابت بکنه و اجازه ای کار به ترخان جوادوف نمیده لنگری. راوند سوم تا اینجای کار محتاطانه از سوی هر دو ورزشکار در حال برگزاری است. ترخان جوادوف هم با سه عملات چشم دوخته
نیکک، نیکک از سوی ترخان جوادوف زده میشه و بازم بازی که ایستاده دنبال میشه. ببینیم که سرانجام حرکت میره که انجام شود. نیک داون از سوی نصرت الله لنگری، حریف نقشه بر زمین کرده و بازم در یک پوزیشن یا موقعیت خوبی قرار داره نصرت الله لنگری. اما ترخان جوادوف هم دست بردار نیست و چشم به امتیازگیری دوخته. لنگری یک بار دیگر حریف را زیر گرفته و بدون شک این یک داونا و مشتا امتیازی برای او خواهد داشت. یقیناً خب پرتاب لنگری لخوانه او خدا کم حالت که چه اوسم لنگری ده دو سر لگ لاکس تا یا دی پخو دی ملواندونو لاکونه دی یعنی اغا کلفاوله دی کولای شی خوز بیا کلوز گارد ترالای بیا اغا خبره ده چه کلوز گارد که مگل کان دی اغا کم پخینه چه تاوش که تری دیتا کلوز گارد وای دازی که بندی گی دازی که باید بند نشی یا کوشش بو که چه زر لده حالت نووزی. دست بردار نیست از ضد حملات نصرت الله لنگری، بازم مشت های پی در پی را به سر صورت حریف میکوبانه و بسته میکنه و اجازه پیشروی را به لنگری نمیده. ترخان جوادوف کمتر از 3 دقیقه دیگر تا پایان این رقابت حساس و نفسگیر و ببینیم که سرانجام کدام ورزشکار در ادامه امتیازهای خوبی را برای خودش کسب خواهد کرد. بازی که در راوند سوم میانه نصرت الله لنگری و ترخان جوادوف، یکی به نمایندگی از افغانستان و دیگری به نمایندگی از کشور آذربایجان در حال برگزاری است. کابل پایتخت افغانستان میزبان این دور از رقابت‌های مبارزه‌های آزاد هست، رقابت‌هایی که پای ورزشکاران کشورهایی چون ایران، پاکستان و آذربایجان را به افغانستان کشانیده و ورزشکاران این کشور در برابر ورزشکاران افغانستان مساف میدهند. بازم در یک پوزیشن خوب قرار داره نصرت الله لنگری و مشت میزنه به حریف. تا اینجای کار که خوب ظاهر شده در برابر حریف آذربایجانی خودش. کمتر از 1 دقیقه تا پایان راوند سوم، ایراند راوند سرنوشت ساز برای هر دو ورزشکار هست. ببینیم که در برابر مشت‌های سنگین نصرت الله لنگری تا چه زمانی ایستادگی خواهد کرد ترخان جوادوف. او هم ورزشکار خوبی است، 4 پیروزی و تنها 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود تا اینجای کار ثبت کرده. آیا دومین شکست خودش در برابر ورزشکار کشور افغانستان تجربه خواهد کرد یا اینکه نخستین شکست نصرت الله لنگری را رقم خواهد زد؟ 9 ثانیه تا پایان این بازی، یک اپرکت دیگر از سوی نصرت الله لنگری و تشویقی که موج میزنه و مورد استقبال قرار میگیره از سوی حسار ای چهره نصرت الله لنگری. نمای لانگ از
محل برگزاری این رقابت ها و ببینیم که سرانجام دست کدوم ورزشکار بلند خواهد شد. بله، رسیدیم به پایان رقابت جالب و جذاب میان ورزشکاران افغانستان و آذربایجان. برنده این مبارزه با گذشتن از 3 راوند 5 دقیقه‌ای با اتفاق آرای داوران هست. کی باشه؟ کی؟ نصرت الله لنگری. تبریک نصرت جان، سلام، خسته نباشی قهرمان. سلام عرض ادب خدمت تمام استادای عزیز، بزرگوارا، کسایی که با تشویق ما اومدن. یک جهان تشکر. تشکری خاص میکنم از استاد قهرمانم، استاد احمد خالد گرمی و اعضای کریمی تاپ تیم که تا اینجا بسیار با من زحمت کشیدن همراه من. و یک تشکری خاص میکنم از معاون المپیک حافظ احمد جان، نمیفهم اینجا حضور داره یا نه. تشکر بسیار زیاد. سلامت قهرمان. یک حرف داشت حریفت برای خودت، او چی بود؟ پاسخ چیه؟ گفته بود برام که چمپت نکاوتت میکنم و همچنان گفته بود من میکی ماوز هستم، بسیار کثرت کار میکنم که الحمدلله زحمت هایی کشیده بودم توانستم پیروز این مسابقه شم. و حریفم حریف دستکه هم نبود، یکی از بهترین های آذربایجان و همچنان فلای ویت آسیا بود الحمدلله. سلامت. به خاطر اهدای مدال قهرمان ما از جناب مولوی احمد الله وسیق، رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان تقاضا می نماییم. و یک تشکری خاص میگنم از فامیل ما، درمم از دوستایم که اینجا به خاطر تشویق ما آمدن، تشکر بسیار زیاد. و از فامیل محترم پدر جان و مادر جان و از رئیس صاحب سازمان استاد نصرت الله نگذار. رقابت جذاب بود میان نصرت الله لنگری از کشور ما افغانستان و همچنان جوادوف از کشور آذربایجان.